سلام به همه شما عزیزان، امید از جور صحتمند خوش و سرحال باشین. از سیلا شمیستم، باز هم در حضور شما قرار دارم. در این درس به ادامه دو درس قبلی آموزش اصطلاحات خیاطی می باشه که بخش سوم بخش آخری می باشه و در این درس شما با سه نوع اصطلاح نو آشنا میشین که اصطلاحات از قبیل چاک است یا سلت به انگلیسی و گوشه تقاطع شده و قات می باشه. خب چاک دو نوع است، یکی چاک باز است، یکی اوپن سلت، به نام اوپن سلت یاد میشه، و چاک روی هم افتاده گیره می بینید از یا اوورلاپ. این چاک اوورلاپ است که دو پارچه روی هم یکدیگر قرار داره و به شکل و یه هم شکل بازش است. خب به خاطر دوختن چاک در قدم اول مخصوصا چاک بازه، یعنی نقطه یعنی گوشه که تقاطع شده را باید بدوزیم، چون اینجا که میبینین قاط چاک با قاط خود دامن یا پیران وقتی که قاط میشه اینجا چهار پارچه روی هم قرار میگیره که بسیار زخیم میباشه و به خاطر قطع کردن دو قاطش باید از این روش میتری کورنر یا قاط از این استفاده کنیم که این قاط اول اوتوش میکنین، این قاط چاک و قاط دامنه و در نقطه که این دو قاط یکی دیگر قطع میکنه این نقطه تقاطعشه نشانی میکنیم، اینجا با قلم ما نشانی کردیم اینجا این نقطه را با نقطه قاطع چاک و دو نقطه را میگیرین به این شکل روی هم قرار میدین و سنجاق میزنید همین نقطه را و یک خط به زاویه 45 درجه نزدیک رسم میکنین کی دو نقطه، این نقطه که زاویه 90 درجه است با این دو نقطه زاویه 90 درجه یک خط به زاویه 45 درجه رسم میکنین و میدوزین یعنی خط این نقطه را این درز از این نقطه تا این نقطه را میدوزین و وقتی که این درز دوخته شد بازی قسمت شد قیچی میکنین، این قسمت رو قیچی میکنین که این حالا میریم امی قسمت هم میدازیم و بر شما نشان میدیم چی رقم امی کنج ما دوخته میشه. خب حالا امی درز امی خطی که رسم کردیم در روی خط ما میدازیم و آدم فراموش نکنین تا با تکمه بازگشت در شروع و در خطم فشار بدین که جلوگیری شود از باز شدن. خب درز ما دوخته شد، این حالا این قسمت این دلای دیگر را به این شکل قیچی میکنیم. و این دو قاط باز به این شکل آوازش میکنیم و اوتو میکنیم. حالا میریم میره اوتو میکنیم و بعد از او میبینیم که کنجا ما قسم معلوم میشه. گوشه تقاطع شده ما یا مایتری کورنر ما دوخته شد، اوتو شد، یعنی به این شکل دیده میشه. از درون میبینیم که دل قاط درونیش به حساب فلات یا باز اوتو شد و دوخته شد و این بود در مورد مایتری کورنر و اصطلاح آخری ما قاط است که قاطا چند نوع است، یکی قاط پزوزی در این دامن که میبینین، قاط بلایند هم یا قاط است که در روی دیده نمیشه، اینه در این دامن ها توسط ماشین مخصوص پزوزی دوخته شده و شما میتونین توسط دست بدوزین با بخیه های مختلف و این قاط متوسط است و این که میبینین قاط بلند، این هم قاط انویزیبل یا به اصطلاح بلایند هم است که پزوزی شده است و
نه دامنه که میبینین این قات روی بخیه شده که معمولا در لباس های معمولی یعنی از بخیه روی استفاده میکنن بر قات و این هم قات دبل فول تاپ ستیچ یا قات دلاس که دلاقات میشه و با روی بخیه به شکل روی بخیه دوخته میشه که معمولا در تکای کاو پتلونه کاوبای از این قات یا جینز هم است یاد میشه و حالا میریم همین دامنه که کوچک ما را پشت دامنه به شکل روی بخیه میدوزیم به شما میبینیم که چه قسم دوخته میشه و پیش روی دامنه با پزدوزی یا با دست میدوزیم. خب حالا میبینین که درز قاط دامن ما را که قسمت پشت دامنه با شکل روی بخیه تمام میکنیم میدوزیم به این شکل و در قسمتی که میخواین جهتتان را تغییر بدین فراموش نکنین که دندان سوزن پایان بیارین و دندانه را بلند میکنین و جهتتان را تغییر میدین به این شکل و در قسمت بالای چاک او نظر به ذوق شماست میخواین به شکل درز راست بدوزین میتونین به شکل درز مایل به این شکل میدوزین خب درز معمولا درز قات روی بخیره از درز بغل شروع میکنیم درز قات پشت ما تمام شد به این شکل و حالا با دست اینید قات پزدوزی را که پیش روی دامنه با دست میدوزیم به شکل پزدوزی یا انویزیبل هم که به این شکل که چند نوع دوخت است یکی ترپایی است یکی درز است که سوزن از یک طرف از طرف راست شروع میکنه میریم به طرف چپ یا از طرف چپ شروع میکنه به طرف راست خود انواع و اقسامش است که من این یک نویشه به شما نشان میدم و کوشش کنین که یک تار از پارچه را بلند کنین برازی که تارتان نباید در روی راست معلوم شود با مو خاطر است سیره به نام بلاین هم یعنی که هیچ در روی راست ظاهر نمیشه دیده نمیشه این تاره تار پزدوزی و اکثرا در لباس های رسمی از بلاین هم یا این پزدوزی استفاده میکنن و لباس های شب هست یا در وقت لباس های رسمی و لباس های و لباس های عادی را زیادتر از به این شکل در آخر دوخته میشه که هیچ تارش در رویش معلوم نمیشه. خب دوستای عزیز هی بود این سه درس ما همش این آموزش اصطلاحات خیاطی بود که با همی درس تمام شد و امیدوارم از این درس ها خوشتون آمده باشه تا درس بعدی شما رو به خداوند میسپارم خداحافظ.